علم باستان شناسی چیست؟ در جستجو در لایه‌های عمیق و به انتهای تاریخ، آنچه بیش از هر چیز به کمک بشر آمده است، آثار مادی و ملموس گذشتگان ماست. علم باستان شناسی علی رغم این که علم جوان و نوظهور تلقی می شود، اما ریشه در هزاران سال کاوش بشر برای کشف پیشانیان خیش دارد. در تعریف علم باستان شناسی می توان این طور عنوان نمود: باستان شناسی علمی است که به واسطه دستیابی و حفظ آثار مادی و تاریخی سبب اثبات یک تاریخ و یا روشن نمودن بخش های تاریک دنیای تاریخ می شود. این علم با این که زمان زیادی نیست که پا به عرصه ظهور گذاشته است، اما در حال حاضر از مهمترین علوم در شاخه تاریخ است. تاریخچه علم باستان شناسی در زمانهای گذشته جستجوی عتیقه با هدف منفعت شخصی وجود داشته است. در قرن 19 گردشگران به فکر ایجاد رای حل علمی برای استخراج آثار باستانی افتادند تا از تخریب و از بین رفتن آنها جلوگیری کنند. کم کم با پیشرفت فرهنگ و علم توجه این موضوع اهمیت ویژه یافت. مردم درباره علم باستان شناسی آگاهی پیدا کردند و این علم توانست راه به دانشگاه‌های معتبر جهان پیدا کند. هدف از علم باستان شناسی: باستان شناسی و تاریخ دو علم مکمل هم هستند. بیشتر آثار تاریخی مکتوب در کنار آثار مادی اثبات شده و ارزش پیدا می کنند. علم باستان شناسی با کاوش در میان غارها و کوها و جنگلها مسیر تاریک تاریخ را روشن می کند. این علم می کوشد دانشی از مسیر زندگی گذشتگان را به صورت ملموس و آشکار به ما بیاموزد. در این علم هر موضوع تاریخی با وجود یک اثر شکل می گیرد و هر اندیشه تجسم می یابد. از تحقق در آنچه به عنوان آثار باستانی شناخته می شود، می توان تحریفات تاریخ را تصحیح کرد. می توان بروشن و قانون اقوام گذشته پی برد. یکی از مهمترین کاربردهای باستانشناسی در علم معماری تجلی پیدا می کند. دستیافتن به شیوه های معماری در گذشته سرآغاز پیدایش معماری نوین است. منبع دانشچی